ایران روسیه را در اوکراین و حماس یک گروه تروریستی را در منطقه حمایت می کند. پوتین و حماس یک وجه مشترک دارند. هر دوی آنها می خواهند یک دموکراسی را در همسایگی خود نابود کنند. هدف حماس نابودی کشور اسرائیل و کشتار یهودیان است. حماس نماینده مردم فلسطین نیست و از غیر نظامیان فلسطینی به عنوان سپر انسانی استفاده می کند و به همین دلیل مردم فلسطین الان دارن رنج می برند. بایدن همچنین گفته برای آزادی شهروندان آمریکایی که از سوی حماس به گروگان گرفته شدند هر آنچه بتواند انجام خواهد داد. ما با یک نقطه عطف در تاریخ روبرو هستیم. از آن لحظاتی که تصمیمات امروز ما آینده را برای دهه‌های پیش رو تعیین می‌کند. بیش از 1300 نفر در اسرائیل از سوی حماس قتل عام شدند که دست کم 32 شهروند آمریکایی هم در میان آنهاست. در میان گروگان‌ها هم تعدادی آمریکایی هستند. به عنوان رئیس جمهور برای من اولویتی بالاتر از امنیت شهروندان آمریکایی که به گروگان گرفته شدند وجود ندارد و ما تلاش خود را برای آزادی آنها انجام خواهیم داد. رئیس جمهور آمریکا گفته حمایت از اوکراین و اسرائیل برای ایالات متحده مهم و حیاتی است و پشت کردن به این کشورها موجب افزایش تهدیدها علیه آمریکا خواهد شد. تاریخ به ما آموخته که وقتی تروریست‌ها بهای ترور خود را نمی‌پردازند، وقتی دیکتاتورها بهایی برای تجاوزات خود نمی‌پردازند، این امر باعث هرج و مرج و مرگ و ویرانی بیشتر می‌شود و آنها به کار خود ادامه می‌دهند. به همین دلیل اگر اشتهای پوتین را برای قدرت و کنترل اوکراین متوقف نکنیم، تجاوز روسیه به اوکراین محدود نخواهد بود. به وضوح میگویم که ما دنبال جنگیدن با روسیه نیستیم، اما اگر اجازه دهیم که پوتین اوکراین را بگیرد، متجاوزان احتمالی در سراسر جهان جرأت خواهند یافت تا همین کار را انجام دهند، در اقیانوس آرام، خاورمیانه و به ویژه در خاورمیانه. بایدن با اشاره به اینکه برای حمایت از امنیت اسرائیل و اوکراین جمعه 28 مهر ماه یک تقاضای فوری بودجه به کنگره ارائه می‌کند، گفته این بودجه برتری نظامی کیفی اسرائیل را در منطقه تقویت می‌کند. American leadership is what holds the world together. رهبری امریکا چیزی است که جهان را در کنار هم نگه می‌دارد. متحدان ما امنیت ما را تضمین می‌کنند. ارزش‌های امریکایی چیزی است که ما را به متحد سایر کشورها تبدیل می‌کند. اگر ما از اوکراین دور شویم و یا به اسرائیل پشت کنیم، همه اینها را به خطر می‌اندازیم. به همین دلیل من فردا درخواست بودجه فوری را برای حمایت از اسرائیل و اوکراین به کنگره ارسال خواهم کرد. این یک سرمایه‌گذاری هوشمندانه است که امنیت امریکا را برای نسل‌ها تضمین می‌کند.